اخباری از تحولات قیام مردم سوریه. به گزارش تلویزیون اورینت، شهر تفس پس از یک ماه محاصره توسط تیپ‌های ارتش آزادی به طور کامل تسخیر شد. در این عملیات خسارت‌های سنگینی به نیروهای اسد وارد شد و تانک‌ها و خودروهای نظامیان اسد منهدم گردید و شماری از افسران ارتش دیکتاتور سوریه از پای درآمدند. به دنبال آزادسازی این شهر، ساکنان که آن را ترک کرده بودند به شهر بازگشتند. این شهر اکنون تحت کنترل شورای محلی است و انبارهای مواد غذایی شهر به دست مردم افتاده است. به گزارش تلویزیون الجزیره، یگانهای ارتش آزادی ضمن درگیری با نظامیان اسد در مناطق برزه دمشق دست به پیشروی زدند. یگانهای ارتش آزادی سوریه در درگیری با نیروهای اسد در شهرک عتمان نیز تلفات سنگینی به نیروهای اسد وارد کردند و آنها را وادار به عقب نشینی کردند. ائتلاف ملی سوریه از ارتش آزادی این کشور خواست تا با عوامل مورد حمایت دولت فعلی عراق و دخالت این دولت در امور داخلی سوریه مقابله نماید. ائتلاف ملی با صدور بیانیه اعلام کرد که شبه نظامیان عراقی در پی درگیری با گردانهایی از ارتش آزادی سوریه شروع به بمباران معبر مرزی العربیه به منظور اعمال کنترل بر قسمت سوریهی این معبر نمودند. ائتلاف ملی به جامعه جهانی و سازمان ملل نسبت به کشیده شدن این منطقه به سمت پرتگاه به دلیل وارد نکردن فشار جدی به دولت عراق به منظور توقف دخالت‌هایش در امور داخلی سوریه هشدار داد. آخرین خبر این ساعت. قانونگذاران آمریکایی خواهان اصلاح و بهبود روابط بین آمریکا و عربستان سعودی شدند. به گزارش تلویزیون فرانس 24، قانونگذاران جمهوری‌خواه به دنبال اعتراض عربستان سعودی نسبت به سیاست‌های واشنگتن در مورد سوریه و رژیم ایران، روز یک شنبه مصرانه از باراک اوباما خواستند تا روابط ایالات متحده آمریکا با عربستان سعودی را اصلاح کرده و بهبود بخشد. مایک راجرز رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا گفت این موضوعات باعث تضعیف اعتماد کشورهای عربی به توانمندی آمریکا می شود و آنها فکر می کنند آمریکا نمی تواند حفاظت آنها را در یک جهان بسیار خطرناک تامین کند.